مقام های لهستان می گویند پناهجویان بیشتری نسبت به 2000 پناهجویی که پیشتر اعلام کرده بودند می پذیرند. نخست وزیر لهستان ضمن اعلام این خبر تصریح کرد که همچنان با سهمیه خودکار برای توزیع مهاجران در اتحادیه اروپا مخالف است. اوا کوپاش نخست وزیر لهستان ضمن اعلام این خبر در نشستی که با رؤسای دیگر احزاب این کشور برگزار شد گفت: عملکرد متحد و مؤثر و بر اساس آنچه مورد نیاز اتحادیه اروپا است مورد نظر ما نیز هست و البته می خواهیم به طور کاملا عاقلانه در این زمینه عمل کنیم. رئیس کمیسیون اروپا امروز به ما یادآوری کرد که ما نیز زمانی پناهجو بودیم. رئیس جمهوری لهستان نیز پیشتر از مخالفت خود با سهمیه در نظر گرفته شده از سوی اتحادیه اروپا برای پذیرش پناهجویان خبر داده بود. آندری دوداگ در این باره گفت: نباید فراموش کنیم که اکثر کسانی که به این پناهجویان کمک میکنند تا به اتحادیه اروپا برسند وابسته به گروههای سازمان یافته و متخصص در قاچاق انسان هستند. کشورهای اروپای شرقی از جمله اسلوواکی، لهستان و جمهوری چک از مخالفان پذیرش پناهجویان هستند و دلایلی چون ضعف اقتصادی و تهدیدهای تروریستی را دلیل آن عنوان میکنند. Мы тратили на